سلام شپه په خیر خبرونه ته خره غلاس په افغانستان کې د مېرمنو په وړاندې باندې محدودیتونه غوښتل چې ملګرو ملتونو سازمان هم تر تاثیر لاندې راغی. ملګرو ملتونو سازمان چې په افغانستان کې کوم ماموریتونه درلودل هغه که هم د ښځو د کار په باندې تعلیق او محدودیت پر هغه چې وروسته له غیر ملګرو ملتونو هم خپل تصمیم ونیوه. اوس مهال یو ځل بیا ولي چې د ښځو څخه پرته خپل کارونه ته دوام ورکوي او مذاکره کوي سرپرست حکومت سره تر څو پورې وکړل شي ښځینه کارکوونکو ته هم د کار اجازه ترلاسه کړي. د ښځو د کار کولو لپاره د کار جوایز څه دي، کوم شرایط باید برابر شي، حکومتونه د په دغه برخه کې څه کولی شي، همدارنګه نړیواله ټولنه ولې دغه ټکی ډیر په کلک باندې راټینګوي. په دې موارد باندې بحث کوم. بس کړه سره قدرمن میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره دیني عالم عبدالقادر قاند، د سکایپ راسره میلمانه دي عاطف مختار سیاسي شنونکی، او همدارنګه د ښځو حقونه فعال ډیوه پتنګ. میلمنو ډیره مننه چې وخت مو کړی. قاند صاحب، جایگاه زن در اسلام و همچنان کار کردن زن در ادارات چی رقم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدمی نخست سلام شما جناب بهیر صاحب، مهمانانتون و همکاران محترمتون، السلام علیکم و رحمت الله. ببینید دین مقدس اسلام اما حق و حقوقی را که برای پیروان خود داده او حق و حقوق مساویان است. در ما هیچ نوع در دین مبین اسلام ما تفاوقی را نمیبینیم. اگر ما ببریم به اصل خلقت انسان ها، پیدایش انسان ها، الله جل عظمته می فرماید که در اصل خلقت انسان ها مساوات است. هیچ نوع مثلا تفکیکی نشد در ما بین زن یا کدام تفاوق طلبی نیست، تفاوق هم نیست که مرد از زن مقام داشت، مقام منزلتش بالا باشه یا زن از مرد. خداوند می فرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء. ای مردم، شما از خداوند بترسین، از ذات پروردگاری که شما را از یک نفس واحد، از یک نفس بشر پیدا کرده به وجود آورده. یعنی در اصل خلقت میانی مرد و زن مساوات است و هیچ نوع کدام تفکیکی نیست. و همچنان در مسئولیت ها، مسئولیت های مثلا اجتماعی، در مسئولیت های سیاسی، اگر ما به اسلام نظر بکنیم، مسئولیت مرد و زن مساوات است، کدام فرقی نیست. قرآن کریم الله در قرآن کریم می فرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف و ینحون عن المنکر. مردان با ایمان، زنان با ایمان، اینا دوستان یک دیگرن. چی میکنن؟ امر بالمعروف میکنن، نهی عن المنکر میکنن. اینجا ببینید شما در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، خداوند مرد و زن مساویانه حق و حقوقشان قائل است. اگر ما در مسئله تعلیم و تحصیل بریم، در مسئله تعلیم و تحصیل علاوه از اینکه ما آیات های قرآن عظیم شان داریم و خاطر تشویق و ترغیب علم، مکانت علم، اهمیت علم، این آیات ها را وقتی ما نظر بکنیم، خداوند می فرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند مقام منزلت کسانی را بلند کرده که مؤمن است، و با از این مؤمنا مقام منزلت کسای بسیار، مقام منزلت الله برای کسایی داده که به اونا علم داده شده. در اینجا در هیچ تفکیکی نیست، در مثلا تحصیل علم، تعلیم هیچ تفکیکی نیست. مساویانه مرد و زن مسلمان مکلف است که تعلیم و تحصیل دین فرا بگیرند، و یک سلسله امو شرایط را که دین مبین اسلام داره. سر شرایط چند دوباره با شما برمیگردم، اجازه بدین با مهمانان دیگه بحث داشته باشم. مختار صاحب، د میرمنو د کار او همدارنګه د زده کړې د حق لپاره که څه هم دلته په بحث کې ورته اشاره وسوه، د اسلام له اړخه فکر کوئ محدودیتونه د څه لپاره؟ سلام تاسو ته او په پروګرام کې ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو له طریقه د افغان مسلمان او مجاهد ملت ته. ګورئ، یو موضوع باید په علمی، اکادمیک او سیرنیز بیزو ده تحلیل وشی. چه از مون طولنه یو کنزرویتف طولنه دهی که ندهی؟ از مون طولنه بلکل ده واشنگتن یا لندن یا نیویارک اوسیر ده، او که از مون طولنه توپیر لری؟ پو انترپولوژی که یا پو طولن پیجندنو که هر طولنه ده خپلو ارزوتونو او باورونو لمخه یو میکانیزم باندې کار کوي، تر سوري لاندې ژوند کوي. قطعا ښځې باید کار، کسب، تجارت، صنعت ته لاړ شي، دفتر ته لاړ شي،
اما د دغه میکانیزم تر منځ تر اوړلو لپاره باید په یو طرح باندې کار وشي. موږ مطمئن یو چې زموږ اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت افغانستان پر دغه طرح او میکانیزم باندې کار کوي. له بل اړخه ملل متحد چې کوم سناریو جوړوي چې هله د ده لپاره چې ښځو ته اجازه نه ورکوي، موږ افغانستان کې خپل مرستې کوو یا پرېږدو یا ادامه ورکوو. ملل متحد د افغانستان په تاریخ کې خپل کړنو ته یو ځل مراجعه وکړي. د بون په کانفرانس کې پر افغانانو ملل متحد ناظر و چې یو ظالم نظام یې وټاکل او وتپول. د هغه نظام په نتیجه کې اتل لکه بېګناه افغانان ووژل شو. مختار صاحب، په هغه باندې زما مشخصا سوال دا دی چې محدودیتونه ځکه دلته په اسلام مختار صاحب زما همدا پوښتنه ده د ملګرو ملتونو د سازمان پرېکړو ته بېرته راګرځم چې په هغه هم بحث کول کېږي، ځکه هغه هم یو جانبه پرېکړه ملګرو ملتونو سازمان نیولې د څومره کسانو لپاره 43 میلیونه انسانانو ځورول بحث رامطرح کېږي. اما دلته بحث دا چې محدودیتونه ځکه دلته بحث پر دی اوسه چې په اسلام کې د ښځې او نر حق یو شری. تاسو اشاره کړل واشنگټن ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق کوي. آیا افغان مېرمنه د واشنگټن د ټولنه کار په افغانستان کې غواړي؟ آیا افغان مېرمنه د واشنگټن ازادي په افغانستان کې غواړي؟ دا جدا خبر دی. خو تاسو په بحث کوئ اشاره وکړه. نه، د افغانستان دا موضوع بل رقم دی. یو ځل چې موږ او تاسو یو ملت سره مخامخ یو، لار سي د پکتیکا یا د یو غرنۍ سیمه کې د یو افغان سره د ده ښځې په متعلق خبرې وکړئ، د ده احساس او د ده نظر ته وګورئ. په دې لحاظ، په سوسیالوژي لحاظ باید دا موضوع تحلیل شي. کله تاسو داسې موضوع نه شئ تحلیلولی چې د افغانستان ښځې څه غواړي. د افغانستان ښځې ژوند غواړي، عزت غواړي، کار غواړي. اسلامي نقطه نظر نه مولي صاحب ده تشریح ورکړ. موږ وایو چې امارت اسلامي افغانستان مسؤلیت لري، او داسې مسؤلیت لري چې داسې یو چارپیریال د مساعد کړي چې هم نجونې د تعلیم وکړي، هم تحصیل وکړي، هم کار ته د لاړ شي، هم تجارت ته د لاړ شي، هم صنعت ته د لاړ شي. خو قطعا دا په سیاسي، استراتژیک او سوسیالوژي یا ټولنپېژندنه علم کې داسې دی چې زموږ ټولنه توپیر لري. موږ نشو کولی د واشنگټن ارزښتونه خپل ارزښتونه ووایو. خله په باس کې د مېرمنو په سازولې هم د ښځو حقونه فعال را سره لغه به هم وپوښتم. اغله پتنګ، احساسات د افغان مېرمنو سره ډول دي؟ یو بحث د کار او تعلیم په وړاندې. بل، افغان مېرمنه چې تاسو هم یاستې، افغان مېرمنه که څه هم له هیواد څخه بهر یاستې، آیا افغان مېرمنه په کابل کې د واشنگټن ازادي غواړي؟ بای صاحب سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنو ملمنو ته او ستاسو تلویزیون ټولو لیدونکو ته. بېله شکه چې افغانه مېرمنه هغه حقوق غواړي چې په اسلام کې دته ورکول شوي دي. دلته دواړو ملمنو ښې خبرو ته اشاره وکړله، خو زه فکر نه کوم چې افغانه مېرمنه چې نن ورځ په افغانستان کې ده هغوی غربي آزادی یا غربي د کار زمینه غواړي. خصوصا موږ تاسو نن ورځ په افغانستان کې ګورئ چې د ډیرو غټو ستونزو سره نن مخامخ هستو. متاسفانه افغانستان نن ورځ په بحران کې دی، اقتصادي بحران کې دی. اکثره افغانانو نه که نن ورځ موږ تاسو وپوښتو چې دوی ستونزه هیواد په منځ کې څه شی ده، هغه غربت دی. د خاطر چې د کار زمینه ډیرو کمو خلکو ته برابره ده. موږ تاسو نرینه زیاتره لرو چې نن ورځ په کورنو ناستي د کار زمینه نه ده برابره. خو بیا هغه مېرمنو ته چې زمینه د کار برابره ده یا خدمات رسوي، خصوصا هغو بیچاره او بېوزلو خلکو ته خدمات رسوي د ملګرو ملتونو له طریقې نه، زه فکر کوم چې فعلي واکمنۍ باید په دې باندې کار وکړي چې په خپلو پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي. هغه هیوادونو کې چې مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده، د تعلیم زمینه برابره شوې ده، هغه هیوادونو ته نن ورځ متاسفانه افغانستان احتیاج هم دی، کومک ونه غواړي، پیسې ورته لیږي. نو زه فکر کوم که چېرته فعلي واکمنۍ واقعیت غواړي د افغانستان پرمختګ او غواړي چې افغانستان د دغه بحران نه راوباسي، نو دوی باید زیاتره کار په دې باندې وکړي چې مېرمنو ته زمینه د کار برابره کړي، تحصیل زمینه ورته برابره کړي. خصوصا زموږ تاسو هغه باندې بس کوم چې سرپرست حکومت به څوکي افغان مېرمنه څه غواړي؟ مشخص ده افغان مېرمنه غوښتنه څه ده؟ ګوره، افغان مېرمنه د اسلام په چارچوکات کې غواړي خپل حق حقوق ترلاسه کړي. آیا د اوسمهال مېرمنه کار کاوه تیرو کې دا د اسلامي شریعت سره په ټکر کې وکنه؟
تاسو په افغانستان نه دیلې دلته افضل تمه د ښځو کار کول مهم لیدلې ګورې په افغانستان کې موږ تاسو ډېرې واقعیت پاکې او ملالې مېرمنې درلودلې چې په ډېرو زحمت سره یې کار کول او خپلې کورنۍ دپاره به یې یوه مړۍ ډوډۍ را پیدا کوله. موږ په افغانستان کې د آخرو څلوېښتو کالونو کې د جنګونو سره مخامخ شوي یاست. موږ تاسو ډېرې کونډې لرو، بې سرپرسته کورنۍ لرو چې ماشومان ورتر غاړې دي او مېرمنې مجبوره دي چې بیرون ته ووځي او کار وکړي، یوه مړۍ ډوډۍ را پیدا کړي. نو موږ تاسو نشو ویلی او زه فکر کوم چې زه دغه تور ولګوم چې میرمنو درست کار نه کوله، کیدای شي په ګوتو شمیر باندې به ځینې کسان شته وو چې هغه په ټوله نړۍ کې داسې امکانات شته دي چې ښه او بد پکې شته دي. خو افغانستان میرمنې واقعیت ځورېدلې دي، بېچاره دي او زه فکر کوم د دوی دپاره باید ډېر زیات کار وشي تر څو د دغې بېوزلۍ نه او د دغې بېچارهګۍ نه موږ تاسو خپل ملت را وباسو. مننه. لنډه دمه دوباره خوش آمدید. قانون صاحب، شما بیشتر به شرایط اشاره کردین. شرایط چی است برای بانوان که کار میکنن یا تحصیل میکنن، میخوان به مکتب برون، به پانتون برن، چی شرایط باید داشته باشن؟ ببینید، شرایطش بسیار در دین مبین اسلام واضح و روشن است. ما اگر آیه های قرآن کریم ببینیم، نظر بکنیم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله ببینیم، یک شرایط برای تحصیل و تعلیم زنا وضع کرده، رعایت حجاب شرعی، هم لباسی که شریعت برای زنا تعیین کرده، زنا در کاری که بیرون از خانه میکنن باید او لباس رعایت بکنن، لباس شرعی را، و مردان هم خداوند مکلف کرده که همون لباسی را که دین و شریعت برشان وضع کرده، همون ستر عورت مرد و زنی مسلمان دستور داده گیسته که باید رعایت شوه. دیگه رعایت حجاب از دیگه دین مبین اسلام هیچ نوع ممانعتی را وضع کدگی نیست. من قبلا هم اشاراتی داشتم، ببینید در مسائلی که مثلا عبادی، مسائل اعتقادی، خداوند مرد و زن خطاب کرده است. در مسائل مثلا تعلیم، تحصیل اگر ما ببینیم خطاب خداوند مساویانه است، مرد و زن خطاب کرده است. شما معلومات شما یا شما چی میدانین از اسلام حق زنان در مورد تعلیم و تحصیل چی هست؟ فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است؟ اما حقی را که مردا داره عین حق زنا داره. یعنی تحصیل فرض. دختران فرض است؟ فرض است. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دین به ما گفته طلب علم فریضه تن علی کل مسلم، فرا گرفتن علم، آموختن علم بر مرد و زن مسلمان فرض است، واجب است. دیگه ما از اینکه پیغمبر از دنیا رفت دو چیزی را به ما گذاشت، یکی کتاب خدا و دویم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اینمی تاکید کرده و به می تشویق و ترغیب مرد و زن مسلمان کرده طلب علم فریضه تن علی کل مسلم. در دیگر حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب کرده مرد و زن مسلمان، من سلک طریقا یلتمسو فیه علما سهل الله طریقا الی الجنه. کسی که اگر را می پیمایه به خاطر تعلیم و تحصیل دین، خداوند به او رای جنت مهیا میکنه، به رفتن در جنت. در این حدیث ما ببینیم درجه خطاب برای مرد و زن است، یعنی متوجه خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مرد و زن است که مرد و زن مسلمان به خاطر تشویق علم، فرا گرفتن علم تشویق کده. ببینید ما مراد کدام علم میگیم که به بالای مرد و زن مسلمان فرض است؟ ضروریات دین و دنیاش، آن چیزی که نیازمندی های دینی مثلا یک مؤمن مسلمان است، چه مرد باشه چه زن باشه، فرا گرفتن ضروریت های دینی و دنیایش چیست بر بالای مرد و زن واجب است. همین یک مسئله است مولوی صاحب، یک بحثی است که یک باوری است که تحصیل بالای دختران فرض است ولی تحصیل دینی، اما اینجا بحث تحصیل عصری مطرح میشه، این چی گونه است؟ ببینید وقتی که در نصوص دینی ما برای علم مکانت قائل است، یا فضیلتی که برای علم قائل، دین ما فضیلتی که برای علم گفته، در اونجا تفکیک نشده که علم دین باشه یا علم دنیا باشه. ما قبلا گفتم یعنی هر دو علم فرض است، علم دین ضرورت است، اولویت است که ما باورهای خود بدانیم، یاد بگیریم، مرد و زنمون از این انحرافات اعتقادی خود نگاه بکنیم.
و علمی دینی مون چې ضرورت یک جامعه اسلامی است. مثلا در شرایط کنونی علم دینوی و عصری هر دوش فرض است؟ هر دوش فرض است. تشکر. مختار صاحب تاسو وړاندې اشاره وکړه چې د میکانیزم باید ورته برابر سي تر څو پورې د میکانیزم په اساس باندې هر څه برابر وسی. که څه هم سرپرست حکومت لا تر اوسه پورې هم بس هم نه لري چې هیڅوک د زده کړې مخالف نه دي، یوازې تر امر رسانی پورې دغه ځنډول شوي دي. اما دلته یو بس مطرح کیږي، هغه ده چې د سرپرست حکومت وظیفه د میکانیزم جوړول دي. فکر کوي ولې میکانیزم نه ده جوړ شوی تر اوسه؟ د افغانستان د اسلامي امارت دغه دلیل کفایت نه کوي او د افغانستان د ملت غږ دا دی چې څومره زر کولی شي. د افغانستان د ملت غږ دا دی چې د نجونو مکاتب او ښوونځی خلاص شي. که موږ غواړو چې یو آزاد خپلواک پر ځان بسیا نظام ولرو، دا مو حق دی چې زموږ نجونې تعلیم او تحصیل ته لاره خلاص کړو. له بل اړخه اجازه راکړئ دا په سیاسي لحاظ هم دلته ځواب ورکول شي. که تاسو د نجونو مکاتب او ښوونځی تعلیم یا اجازه نه ورکوئ چې څوک تعلیم او تحصیل ته لاړ شي، د افغانستان نسلونه د پردیو استخباراتو لومو ته غورځي. هغه د بیا ستاسو پر ضد، ستاسو د تاریخ پر ضد، ستاسو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد، د اسلامي شاعرو پر ضد درته روزي. په هغه صورت کې مسؤلیت تاسو ته ګرځي. افغانستان ملت په دې یویشتم پیړۍ کې د خپل نظام نه غوښتنه دا کوي چې هر میکانیزم باندې چې کار کوي، د میکانیزم پای باید دا وي چې د افغانستان نجونې تعلیم او تحصیل ته باید لاړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اطلب العلم ولو کان بالسین. تاسو تحصیل او تعلیم وکړئ ولو که په چین کې وي. په چین کې خو خلک هلته قرآن نه یادوي. یعنی ساینس، تعلیم، ټکنالوژي، تاسو باید زموږ ښځې باید په کمپیوټر، طب، سیاست، په هر ډګر کې اسلامي اصولو تر چتر لاندې باید د تحصیل او تعلیم حق ولري. له بل اړخه دلته موضوع مطرح شول چې کوم حالات یا کوم ستونزې چې تاسو په افغانستان کې ګوري، کوم فقر چې په افغانستان کې ګوري، دا هم د هغو استخباراتو یا د امریکا د غلط استراتژۍ په نتیجه کې دی چې نن افغانستان په داسې حالت کې ګورو. غوره لاره دا دی چې اسلامي نظام، یعنی امارت اسلامي افغانستان، دی د خپل ملت او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. دا واټن څنګه له منځه تللی شي؟ هغه هوښیار سیاستمدار، عاقل اولوالامر، هغه دوی د خپل ملت عمومي افکارو ته مراجعه کوي. د عمومي افکارو نتیجه دا دی چې ملت د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند غواړي، خو تعلیم، تحصیل، کار او کسب د ملت حق دی. بلا تبعیض باید حق ورکول دی. که تاسو ښځو ته فضا داسې جوړوئ چې هغه دوی تنها تعلیم وکړي، تنها ښه پوهنتونونه ورته جوړ کړي، که تاسو غواړئ چې پر داسې یو میکانیزم، د فقهي میکانیزم تر سوري لاندې کار وکړي، هماغه کار وکړي. خو په دې یویشتم پیړۍ کې د افغانستان د ملت ضرورت دا دی چې نجونې باید تعلیم او تحصیل وکړي. موږ هم نړیوال کچه په نړیوال بود باندې هم بحث وکړو، ځکه چې په هغه کې هم ډېرې خبرې شته. تاسو وړاندې د خلکو د احساساتو خبر وکړه. مثال مو هم د پکتا او پکتیکا ورکړ. د خلکو احساسات په دغه موضوع کې د ښځو د کار او زده کړې په مورد کې څه دي؟ د پکتیا خلکو باور چې تاسو دغه نوم ولایت نوم اخیستی څه دي؟ یا د پکتیکا د خلکو نظر څه دی په دې مورد باندې چې تاسو وایئ چې د خلکو احساسات باید مطالعه شي؟ د خلکو احساسات داسې دی چې د پکتیا، پکتیکا، ټول افغانستان خلک دا وایي چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. یو پلار غواړي چې د هغه نجلۍ باید تحصیل وکړي. یو پلار غواړي چې د نجلۍ او زوی دواړه ډاکټر او انجینیر شي. یو پلار غواړي چې داسې یو لور تربیه کړي چې په اسلامي ارزښتونو، باورونو باور ولري، افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا باندې باور ولري، د افغانستان خپلواکۍ باندې باور ولري، خپل ملي غرور او حیثیت وساتي، په اسلامي دود او دستور او اصولو پوه شي، او په نړیوال کچه په نړیوالو سیاستونو کې قدرتمن او توانمن لور ولري. دا د افغانستان واقعیتونه دي. موږ هم دا وایو چې همغه احساس چې د پکتیا، د پکتیکا، د خوست، د قندهار، د هلمند، د نیمروز خلک لري، احساس دا دی چې افغانستان باید داسې یو نظام ولري چې پر خپلو پښو ودرېږي. هغه نظام هیڅکله پر خپلو پښو نشي درېدلی
چې شزه دی پکې تعلیم او تحصیل ونکړي. د افغانستان ملي منافع همدا وایي چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ملت احساساتو ته او غږ ته په درنو سترګو وګوري. اغلی پتنګ، یو بل بحث مطرح کیږي، هغه دا ده چې د میرمنو لپاره په 19 میاشتو کې د عدالت غوښتنې غږونه هغه څه دي چې تاسو هم هاورئ، نړیواله ټولنه هم هره ورځ پرې بحث او خبرې کوي. فکر کوئ ولې د میرمنو غږ نه اورېدل کیږي له دومره فشارونو سره؟ ګورئ، موږ اول غواړو چې فعلي واکمنۍ د خپل ملت غږ واوري. دا چې بایبلي ټولنه څه شی غواړي او کومې خبرې کوي هغه یوه بېله خبره ده. خو نن ورځ موږ تاسو وینو چې د افغانستان په منځ کې خپله خلک همدغه غوښتنه کوي. زموږ تاسو ملت همدغه غوښتنه ده چې نجونو ته د مکتب دروازې راخلاصې کړی او مېرمنې پرېږدئ چې خپلو کارونو باندې بوختې اوسي. هغه کورنۍ چې واقعیت ټولنې ته یې خدمت کړی دی او یا چې تحصیل دپاره یې خدمت کړی دی، موږ تاسو وینو چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته هم ژمن خلک دي. خو چې د نن ورځ د افغانستان د خلکو غږ نه اورېدل کېږي او فشارونه چې په دوی باندې راوړل کېږي غږ یې نه اورېدل کېږي. واقعیت دغه دی چې نن ورځ موږ تاسو وینو ورځ تر بلې واټن د خلکو ترمنځ او د فعلي واکمنۍ ترمنځ هم ورو تر ورو زیاتېږي. هغه حکومتونه اکثره وخت زیاتره دوام کوي څه وخت چې ملت د دوی د څنګ سره درېدلی وي. جمهوریت ولې سقوط وکړله؟ دلیل یې څه وه؟ یو دلیل یې همدا وه چې ملت ورنه لرې شوله، ملت بې باوري شوله. نو زه فکر کوم چې فعلي واکمنۍ ته دا ضروري ګڼل کېږي چې دوی د هغې غلطیانو نه دوی باید درس واخلي چې جمهوریت وکړلې. نن ورځ موږ تاسو وینو که چېرته دوی د مکتوبونو دروازې راخلاصې کړي، زه فکر کوم چې زیاتره ستونزې به په افغانستان کې حل شي. دا نه دی چې ټولې ستونزې به په افغانستان کې حل شي، خو زموږ تاسو خلک، هغه خلک چې واقعیت نن ورځ خفه دي د فعلي واکمنۍ نه، ناامیده دي، د هغې د زړه د راوستلو لپاره ضروري ګڼل کېږي چې دوی په خپلو پالیسیانو کې بدلونونه رامنځته کړي. مننه. لنډه دمه. دوباره خوش آمدید. قانون صاحب، یک بحث دیگه که مطرح میشه مسئله حجاب است که شما اشاره داشتیم به حجاب. در حال حاضر در افغانستان هستین و وضعیت بانوان افغانستان میبینین، حجابی که توسط بانوان افغانستان استفاده میشه او رو میبینین، بانوانی که به مکتب میرن میرفتن، بانوانی که به کار میرفتن دیدین، حجاب اسلامی مراد شده بود؟ ببینین، افغانستان یک کشور اسلامی مسلمان است. بسیار ما قدامت اسلامی داریم الحمدلله. زنان افغانستان اکثریتشان پایبند به حجاب شرعی اسلامی بودند و هستند الحمدلله. استثنای موارد که در گذشته ها اگر بود، استثنای یک ایده کم، یک ایده اندکی از زنان ما اگر رعایت حجاب نمی کردن، دیگر تمام زنان افغانستان الحمدلله، یک کشوری که تاریخ اسلامی ما از دیگه کشورها هم که دن تاریخی بسیار قدامت و سابقه داریم، زنان افغانستان زنان مؤمن هستند، زنان مسلمان هستند، پایبند به حجاب شرعی در گذشته هم بودند و حالا هم الحمدلله هستند. دیگه این مشکلات ببینین، انسان از اشتباه و خالی، از اشتباه از خطا خالی نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مهربانی میکنه که کلی بنی آدم خطاکار است، تمام بنی آدم، نسلی انسان، نسل بنی آدم، استثناء انبیاء علیه السلام که اونا معصوم هستند. دیگه از همه ما، چی مرد ما، چی زن ما، از همه ما گناه، خطایی و اشتباهاتی سر میزنه. ما تنها فوکس و تمرکزی ما سر یک طبقه نباشد، یک طبقه را بگیم که والا این کار را نکن، این کار را بکن. باید ببینید شما امین رستوتی که علیه اسلام است، علیه دین است، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، ای مختار صاحب خوب میدانه، خوب میفهمه که یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه چقدر علیه اسلام توطیه و دسیسه است. ها، اسلام مخالف ممانعت تعلیم زن است، اسلام مخالف ممانعت کار زن است، اسلام مخالف آزادی زن است. یعنی یک توطیه است که یک سلسله قیوداتی را یا محدودیتهایی را که ما امروز وضع کردیم، امیر ما کمی سرش فکر بکنیم چقدر علیه دین اسلام
تخت و تاز میشه. چقدر علیه دین مقدس اسلام موقف گیری ها میشه در حالی که ما بریم به اصل اسلام مراجعه بکنیم. اصل اسلام چیست؟ اسلام از کدام زمان به وجود آمده؟ زمانی که خداوند زمین و آسمان پیدا کرد و آدم علیه صلات و سلام پیدا کرد و آدم علیه صلات و سلام خداوند خلیفه روی زمین گردان، دین آدم علیه صلات و سلام دین اسلام بود الى خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ولی نگرانی و تشویش ما از این ناحیه است که اگر ما چقدر محدودیت ها را وضع بکنیم، مطمئنن براتان گفته میتونیم که به نفع ما مسلمان ها نیست. هم امروز ما بگویم نگویم هیچ مستقل نیستیم، به خاطری که نه ما خودکفایی اقتصادی داریم نه خودکفایی نظامی داریم. ما یک کشوری عقب مانده، یک کشوری فقیر، یک کشوری بی‌بضاعت هستیم. مجبور هستیم که ما با کمک های مثلا دنیا نیازمند هستیم، با روابط حسنه با دنیا نیازمند هستیم. اگر اینمی قیودات، اینمی محدودیت هایی که وضع میشه، به نظر ما یکی که مطالعه ما داریم، بررسی که ما از حال احوال دنیا داریم، اکثر منتقدین دین مبین اسلام زبانشان علیه اسلام بسیار تیز شد. منتقدین دین مبین اسلام دویمی که اینمی تعلیم تحصیل حق مشروع قانونی مرد و زنی مسلمان است. ما اگر در گذشته ها چی بود چی نبود، او را ما گذشته ها را در فکرش نباشیم. ما که همی قدر بدبخ شدیم، همی قدر که در یک کشور ما همیشه در 45 سال است که ما نزاع و کشمکش های داخلی داریم، ما به گذشته های خود برگشتیم. ببینین نظام در گذشته چگونه بود تحصیل دختران، مکاتب، پانتون، نصاب تحصیلی؟ ما قبلا گفتم شما گفتن که با گذشته ما سرش بحث بعد از اینکه ما یک گپ میزنیم، یکی آمریکایی‌ها در افغانستان آمدن حضور نظامی پیدا کردن، در اون وقت مردم افغانستان تازه به دین مبین اسلام مشرف شدگی نیست. ما تقریبا قدامت اسلامی ما بسیار سابق است، هزار سال میشه که مردم به دین مبین اسلام مشرف است و باورای دینی الحمدلله داره. ما گفتم که در گذشته ها هم زنان مسلمان افغان پایبند به ایجاب شرعی بود و حالا هم الحمدلله زن مسلمان پایبند به ایجاب شرعی است. اما یک چیز قانون صاحب میخوایم، من حیث احساسات شما را، من حیث یک عالم دین و من حیث یک پدر، ما بشنوم که و بیننده بشنوه احساستان که امروز دخترتان به تحصیل نمیره چی هست؟ احساستان من حیث عالم دین و همچنان من حیث یک پدر برام بگوین. ببینین در اصل ما و شما مسلمان هستیم، افغان هستیم، الحمدلله ملت مسلمان افغانستان، در یک جغرافیای به نام افغانستان زندگی میکنم. ما خدا به این و آن دست تقسیم بندی نکنیم که یک طبقه ما نبگیم که روشن فکر و یک طبقه ما تکنواتر و یک طبقه دیگه ما عالم دینی. احساس ما، احساس تمام شهروندان افغانستان همیست که وقتی که ممانیتی برای تعلیم و تحصیل دخترها وضع شده، مردم احساس از این حالات ناراحت است، نارضاست. اما حکومت سرپرست بارها تاکید کرد تا امر ثانی ولی شما ببینید که بار بار علمای جهان اسلام، علمای افغانستان، علمای شهیر همی کشورهای منطقه ما سر بالای امارت اسلامی صدا بلند نکردند که حق تعلیم و تحصیل برای زنا بدیم. ما قبلا هم گفتم اما حقی را که مرد داره برای تعلیم و تحصیل عین هم حق زنا داره. در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که زنا مثل مردا وارث در طاعت، در عبادت، در اوامر الله جل عظمته. این می فرا گرفتن علم، این می یاد گرفتن علم یک مکلفیت و مسئولیت ایمانی وجدانی مرد و زن مسلمان است. چرا ما ممانعت وضع بکنیم؟ چرا ما حق تلفی بکنیم؟ از نگاه اسلام همین محدودیت هایی که فعلا وضع شده، اگر اینا ملاحظه ای که دارن، ملاحظه اینا تفکیک در ما جدا بودن صنف، الحمدلله ما مسلمان هستیم، باید صنف جدا باشه، صنف درسی جدا باشه و طرز العمل اینا میشه که حجاب اسلامی باشه. زنای مسلمان افغانستان آمده هستن که 100% حجاب اسلامی را رعایت کنن ولی اجازه همو تعلیم و تحصیل برایشان باید داده شود. و یک چیزی را من براتون میگم، ببینین بیم ما واقعیت ها را بگیم، بیاییم ما مسلمان هستیم چقدر ما حق و حقوق زن از نگاه اسلام برش دادیم.
ما دمی شهری کابل، یک شهری که در اینجا مردم های متمدین زندگی میکنه. و شما برین یک بار اطراف قیره و قصبات، آیا زن دبدل قتل و قصاص بد میگیم داده نمیشه؟ آیا زن از میراث محروم نیست؟ در بدل قتل زن دادن در اسلام حرام ناروا یکی از خوب خصلت جاهلیت است. میراث زن برش حق داده نمیشه، حق شریشه. اینمی ندادن حق میراث برای زن ای از خوب خصلت دوران جاهلیت است. همین قسم که زنها را یک متا فکر کردن، زن خدای ناخواسته به نظری حقیر دانستن و ممانعت کردن برای تعلیم و تحصیل زنها، اینمی را ما ببینیم. و در حالی که دین ما را تشویق کرده، ترغیب کرده به فرا گرفتن یه مرد زنه، چرا ما ممانعت ها را وضع بکنیم؟ اینمی حق تلفی است. بین در این شهری که ما تو در کابل زندگی میکنیم، از اینجا شما یک بیره بررسی کنیم و بریم به ولایت ها، بریم به اطراف و قصبات، بسیار حق و حقوق زنها را از نگاه شهری ما پایمال کردیم. مختار صاحب، نړیوال ټولنې بیا همدغه مسئله هم ډېره محکم نیولې یا ټینګه نیولې ده. ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې بشردوستانه مرستې د ښځو د کارمندانو د نشتون له امله زیانمنې شوي او دغه بهیر سوکه هم روان دی. ملګرو ملتونو سازمان له دې خبرې سره څه غواړي؟ د ملګرو ملتونو دغه دریز ظالمانه دی. که ملګرو ملتونو رښتیا هم په افغانستان کې انصاف وکړي، نو ملګرو ملتونو دې د افغانستان پیسې را خلاصې کړي، افغانستان دې د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي، د افغانستان د اسلامي امارت مشران دې د تور لیست نه وباسي، د افغانستان سره د تعامل، انعطاف او د اتصال لاره غوره کړي. که ملل متحد رښتیا هم خپل تاریخ ته په افغانستان کې وګوري، نو تر ټولو غټ جنایت د ملل متحد له ادرسه په افغانستان کې وشول. کومې پیسې چې افغانستان ته راغلل، په یو دروازه راغی، په بله دروازه د همغه غلو چې د ملل متحد له ادرسه ګمارل شوي بېرته له افغانستان وختل شو. خلک داسې خلک په افغانستان کې هېڅ شی نه درلود، هر شی ته ورسېد. اوس ارستوکراسي یا اشراف سالاري ژوند دی. په دې لحاظ ملل متحد دی د افغانانو سره د انساني او بشري ارزښتونو په رڼا کې دې خبرې او اترې وکړي، دا بهانې او پلمې دي. د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې باید په رسمیت وپېژندل شي. ولس لري، په ولس باندې حکومت لري، حکومت حاکمیت لري او حاکمیت یو متوازن، بېطرف، بېپرې ستراتژیک د اتصال سیاست لري. دا چې ملل متحد غواړي من حیث د فشار پر افغانانو دا وتپوي، دا د انساني او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. اجازه راکړئ دلته دوه ټکو ته اشاره وکړمتصر د مولي صاحب خبرو. امارت اسلامي افغانستان و امیرشان فرمان را صادر کرد که هیچ زنی را کسی در بد و پور داده نمیدن. یعنی اسلام دینی است که زن یک موجود حر و آزاد است، حق تعیین سرنوشت خود را داره، هیچ کس در بد و پور داده نمیتونه که در تاریخ افغانستان یا انوژن یا یک نوآوری امارت اسلامی افغانستان است که در چارچوب اصول دین و منافع ملی افغانستان ایران قطعا منع ساخت. از طرف دیگر سیاست های غرب در مقابل امارت اسلامی افغانستان دوگانه است و دوگانه بود و دوگانه است. شما ببینین اگر ما آسیا را با نیم نگاه شتابنده مورد بررسی علمی خود قرار بدیم، عراق را کی ویران کرد؟ تحت کدام استراتژی غلط و بیمانا عراق به چند پارچه تقسیم شد؟ کدام کشوری بود که اولین بمب را به سر لیبیا ریخت؟ آیا عراق بمب اتم داشت؟ آیا افغانستان محور و منبع تروریسم جهانی بود؟ آیا ایالات متحده امریکا جنایت 20 ساله خود در افغانستان توجیه کرده میتونه؟ آیا حکومت های ظالمی که بالای گرده های مردم حاکم بود نتیجه مو سیاست غلط از امروز در درب و دروازه افغانستان و ایران شد؟ یک موضوع دیگر به بسیار کوتاه باید بگویم که قطعا سیاست اتصال و بیطرف، یعنی سیاست کنکتیویتی بر مبنایی است که افغانستان با هیچ کشور منطقه و فرامنطقه جنگ نمیخواهد.
به این معنا که ایالات متحده امریکا بپذیره که جغرافیه افغانستان برای منافع ایالات متحده امریکا تهدید نیست و نبود. از بهانا باید بیرون شویم. منافع امریکا از ما چی میخواهد؟ تحلیل بکنه. یک، آیا اگر سبا در به مکاتب و مدارس برای دوشیزه های افغانستان باز شود، آیا ایالات متحده امریکا افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت؟ قطعا نه، چون امریکا مدت 20 سال برای ملت خود و مردم خود دروغ گفته بود. امریکا جمع ناتو که پدرش هم انگلیس است، که طراح ناتو هم انگلیس است. انگلیس ها هم در قبال استراتژیش در افغانستان اعتراف میکنه که ما جنایت بسیار بزرگ کردیم، اما امروز ما میتونیم، ما یک کشور مستقل هستیم، اما چطور میتونیم اقتصاد و سیاست آزاد و مستقلانه داشته باشیم زمانی که ما با یک سیاست متوازن در میان قوت ها و قدرت های هژمونیک وصل شویم؟ قطعا افغانستان باید این زمان میتونیم. یک بار دیگر تاکید میکنیم، ما حق تعلیم و تحصیل را میخواهیم و از نظام اسلامی افغانستان تا پای جان هم دفاع میکنیم. به خاطر دفاع میکنیم که الترنتیوی برای نظام نمیبینیم. کسانی که در بیرون از جغرافی افغانستان، در بیرون از جغرافی افغانستان صادقانه بپذیریم به نام دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان صداها را بلند میکنن، کلشان به شبکات استخباراتی بین المللی وابسته هستند. اونا کسانی بودند که صدها میلیارد دلار از افغانستان فرار دادند. منافع یعنی هر کسی که به خاطر بانوان صدا بلند میکنن تمامشان پروژه است؟ نه خیر. هر کسی به خاطر بانو حق صدا بلند میتونه. مایی صدای ملت ماست و صدای مردم ماست. ما هم میگیم بانوان حق داره حق تعلیم و تحصیل را بکنه، اما کسانی که چور کردن، چپاول کردن، خیانت کردن، ظلم کردن، خانه های مردم را با زور گرفتن، شیرپور را چور کردن، یکی دیگهش به نام امپراتور قلابی خطا محمد چور، شما ببینید به صدها هزار خانه دارد و میلیاردها هزار دلار را جمع کردن. آیا میتونه منافع ملی افغانستان را تحلیل بکنه؟ آیا میتونه منافع ملی افغانستان در گرداب امو کسانی که دیروز سرزمین خود را با روسها فروختن، با امریکایی ها فروختن، جنایت کردن، خیانت کردن، میتونه منافع ملی افغانستان را تحلیل بکنن؟ که قطعا نه. منافع ملی افغانستان در همی است که دنبال در حمایت از نظام اسلامی افغانستان تشکر. قرار بگیریم و عرض مردم خود را هم به نظام برسانیم. تشکر. وقفه کوتاه. بیا هم خراب است. آقای پتنگ، فکر کوئی چی پر اختیا هم بین المللی ټولنه، د ملګرو ملتونو سازمان یا نور نړیوال هیوادونه یا سازمانونه د افغانستان د میرمنو وضعیت درکړی، د افغانستان د میرمنو ستونزې درکړي، په رښتینه توګه د افغانستان د خلکو د میرمنو تر څنګ درېدلی چې نن ورځ د فشارونو خبره کوي، نن ورځ همدا نړیوال سازمانونه د تحریمونو خبره کوي، نن ورځ همدغه نړیوال سازمانونه د مرستې د بندیزو ګواښونه کوي؟ ګوره، موږ ګیله د نړیوالې ټولنې نه حاصله نه لرو. دلته موږ تاسو په بحث کې یو شو باندې چې هم نظر است و هغه دا دی چې هره میرمنه اجازه د کار لري یا د تحصیل لري. خو دا چې د نن ورځې پورې ولې د مکتوبونو دروازې نه دي خلاصې شوي، دا هم یو سوال دی. نولس میاشتې کېږي چې فعلي واکمنۍ همدغه وایي چې موږ په میکانیزم باندې کار کوو. کوم میکانیزم دی؟ د کوم کمیسیون دی چې په دې باندې کار کوي چې دوی به پرېکړه ته نشي رسېدلی؟ زه فکر کوم چې که چېرته موږ تاسو راشو دلته ګیله د بین المللي ټولنې نه وکړو، موږ تاسو خپل ملت ته نشو کولی چې خدمت وړاندې کړو. بې له شکه چې بین المللي ټولنې په افغانستان کې خپل جنایتونه دلته کړي دي، او دوی د خپلو ملي ګټو لپاره بې له شکه چې په افغانستان غواړي چې خپل شتون ولري، که کومکونه هم کوي، خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. خو اوس افغانستان حکومت ته څه پکار دي؟ هغه ته پکار دي چې د خپلو خلکو غږ واوري. خو په درنو میاشتو کې موږ تاسو دا احساس کړی دی چې زموږ تاسو غږ نه اورېدل کېږي، نه په کوم میکانیزم باندې کار کېږي چې موږ تاسو تمه ورته ولرو. صرف وعدې ورکول کېږي خو عمل نه دی بشوی، او خلک هم چې ناراضي دي همدغه دلیل دی. خلک غواړي چې د فعلي واکمنۍ سره څنګ سره ودرېږي، خلک غواړي چې ژوندونه یې بهتره شي، خلک غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د ملي ګټو لپاره
کار وکړي. خو دا بیا اوس وظیفه د فعلي واکمنۍ ده چې هغوی څنګه دغه شرایط برابروي چې هم نرینه او هم ښځینه وشي کړی چې د ملي ګټو لپاره کار وکړي. موږ تاسو نن ورځ وینو چې نولس میاشتې کېږي نجونې زموږ تاسو په کورونو باندې ناستې دي. په مخکېني حکومت کې هم په جمهوریت کې متاسفانه هغه کار چې باید د میرمنو دپاره شوی وی ډېر کم کار ورته وشوله. اکثره هغه میرمنو چې د پروژې میرمنو په نوم باندې یادېدلې هغوی د خپلو ځانو دپاره کار وکړله. هغه بېچارهاغلی ډېر پتنګ د پروژې میرمنو نومونه ډېر اخیستل سي. تاسو مې اوس یو ځل واخیسته. راځئ دغه واضح سي د افغان میرمنو ته، آیا پروژې میرمنې ستاسو د میرمنو ترمنځ شته؟ ګورئ، پروژې میرمنې زه فکر کوم هغه میرمنې دي چې د افغانستان اکثره وتښتېدلې چې نظام بدل شوله. اکثره هغه میرمنې وي چې په پارلمان کې وي، اکثره هغه میرمنې وي چې په لوړو چوکیو کې کار کوله، هغه میرمنې وي چې په انجویګانو کې به کار کوله. د افغانستان د میرمنو په نوم باندې به یې پروژې اخیستلې، خو د میرمنو دپاره ډېر کم کار کړی دی. که چېرته موږ تاسو لرو سیمو ته د افغانستان را شو، هلته آیا د افغانستان د میرمنو دپاره مکتبونه جوړ شوي دي؟ آیا هلته زمینه د دوه وته برابره شوې وه چې زموږ تاسو نجونې وشي کړی چې مکتوبونو ته راوړی شي؟ متاسفانه ډېر کم کار شوی و. خو په دې معنا باندې نه دی که چېرته مخکیني حکومت کې کار کم شوی و، نو موږ تاسو نن ورځ راشو د مکتوبونو دروازې باید بندې کړو او یې چې موږ په میکانیزم باندې کار وکړو. ښه به دا وایي چې فعلي واکمنۍ د هغې نه زده کړه کړې وای چې که چېرته په لرو سیمو کې کار کم شوی دی، راځئ چې د دې دپاره کار وکړو چې څنګه کولی شو چې هغه خلک چې واقعت دغه څلوېښتو کالونو کې د جنګ د خاطره باندې ونه شوی کړی چې هغوی نجونې او هلکان درسونه وي چې هغوی دپاره خدمت وکړو. خو نن ورځ متاسفانه هغه کارونو کې چې موږ تاسو مکتوبونه درلودل هغه هم بندیزونه پول کېدل، او میرمنو چې واقعت د خدمت کوله د افغانستان د خلکو دپاره په هغو باندې د کار بندیز ونه کېدله. مننه قانون صاحب. صدای بانوان افغانستان تا هنوز شنیده شده یا نه؟ چی کسی تا هنوز شنیده؟ ببینید جناب بهیر صاحب، من یک چیزی را براتون میگم. ما و شما که داریم میز میاییم صحبت میکنیم، یک مسائل به تحلیل و بررسی میگیریم، هدف ما نمیست که از آدرس مردم افغانستان صحبت میکنیم و دیگه یکی از آدرس حق و حقوقی اتباع یعنی کشور که مرد و زنش صحبت میکنیم. متاسفانه که دوستای ما همیشه در میدیا حضور پیدا کردن، گرایش های قومی دارن، سمت و قوم و این و آن دامن میزنن. به من آقای مختار نشان بده. والا ما از نگاه شرعی الحمدلله ما آگاهی کامل دارم و به هیچ احزاب سیاسی وابستگی ندارم. برای می آدم شما قسم بتینش که در می افغانستان می سیاسیونی ما کدامش مردم های پاک بودن، صفا بودن که در هیچ جنایتی دست نداشتن. وقتی که ما حق میگیم، حق گفتن از خودمان شروع بکنیم و هر کس که جنایتکار است، جنایتکار باید جنایتکار خطاب شده. متاسفانه بساس حکم محکمه باید. محکمه ببینید خدا، هر کس وجدان و ایمانش محکمه خود قرار بده. وقتی خداوند میگه و اذا قلتم فعدلوا، وقتی که شما صحبت میکنین عدل و انصاف در نظر بگیرین. اگر از آدرس مردم افغانستان گپ میزنی خو درد ملت افغانستان درست بیان. اما مجرم ما چرا جور نمی کار محکمه نیست کار مبینه قضاوت های اوایی چرا ما بکنیم؟ حرف های غیر مسئولانه ما چرا بگیم؟ حرف های بزنیم که دو بوی قومیت میته. گرفتن نام اشخاص چی فایده داد افغانستان؟ در طول 20 سال که ما در می رسانه میم منطقی دستیم، یک تره میبینی از یک قوم حمایت میکنه، دیگر را میبینی از دیگر قوم حمایت میکنه. شرعاً هم این می حرام و نارواسته که یک آدم اتهاماتی را علیه یک کسی بسته بکنه بدون اینکه او را محکمه مجرم ثابت کرده باشه. درست در نبود محکمه نباشه. ما یک هم دیگر پذیری نیست در اینجا. متاسفانه چرا افغانستان ما جور نمیم؟ حق حقوق ما چرا تنها اینجا حق حقوق زنان نیست که پایمال شده باشه؟ والله بلا حق حقوق مرد پایمال است. چرا امروز جوانای تحصیل کرده ای وطن ترک میکنن، فرار میکنن و کشورهای بیرون میرون؟ حق حقوقشان تلف است. اما جوان تحصیل کرده ایت که مرد است، امروز زمینه برش مساعد نیست که 20 سال تحصیل کرده ولی برش زمینه کار و کسب. من یک چیزی را میگم، هیچ وقت گرایش های قومی، تعصبات قومی را دامن نزنی. امین به من نشان بده از 45 سال به این طرف، وقتی که کودتای 700 در مقابل داوود خان صورت گرفت، از امو کودتا به این طرف
یک رهبری پاک نفس به ما آقای مختار نشان بده. درست. مختار صاحب دیدگاه شما؟ خب اول اینکه ما موضوع گرایش های قومی رو مطرح نکردیم و موضوع گرایش های قومی رو کسانی مطرح میکنه که هویت افغانستان را قبول نمیکنه. چطور گفتم؟ هویت افغانستان کل افغان را قبول نداره. تو قبول نداری که در خارج زندگی میکنی؟ بیجا بیجا گپ نزن. تو ببین بهیر صاحب، سر این مسئله کلمه افغانیت 20 سال است ما جنجال داریم. یعنی می تاشخاص در بیرون خارج شش تا یک کشور اروپایی آمریکایی چیز نفاق افغانی دیگه هیچ کار وظیفه نداری. اجازه بده تیر چی مانده؟ ببین تمام ساکنین افغانستان که در اینجا زندگی میکنن افغان هستن، مسلمان هستن. شمار انسان های مزدور نوکر که لابیگری بیرون هم یکی نفاق از مبین مردم افغانستان با من نزنید. هیچ باسی قابل قبول برای مردم افغانستان نزنید. دیدگاه مختار صاحب شهر فای مغریزانه کبیزانیت گفته. اجازه بتن مختار صاحب دیدگاه شما را داشته باشم. بفرمایید مختار صاحب. در صحبت نپریدیم، مؤدب باش. مؤدب هستم ولی بطی اجازه نمیتیم که به اکثریت مردم افغانستان دامین تاخیر کنید که در مردم افغانستان برنامه به اتمام رسیدن. قانه صاحب تشکر. مختار صاحب خیلی کوتاه میخوام دیدگاه شما داشته باشم که وقت برنامه به اتمام میرسه. نه وتریده در صحبت کس نپر. وقتی که ما در صحبتت نپریدیم، در صحبتت نپر، نپر در صحبت ما. من نظر خودم میگیم، ما میگیم هر کسی که در افغانستان جنایت کرده باشه، مربوط هر قومی که هست، باید به ملت خود پاسخ بده. این حق ما نیست که بگیم اینا جاسوس هستن. این حق ما نیست که بگیم با صدها جرب زمین چور کردن. این حق ما نیست که بگیم بسطها و میلیاردها میلیون دلار از افغانستان بردن. اینترنشنال ترانسپرنسی میگه، منابع بین المللی میگه. اما کار محاکم وجود داره که محاکم باید فیصله بکنه در موردشان. گرایش قومی کی داره؟ کی گرایش قومی داره؟ کی برای قوم گپ میزنه؟ تو از یک طرف ملام هستی. تو ملا، تو ببین بس ما سر حق و حقوق زن است. تو چرا نام یک شخص میگیری؟ اگر تو گرایش قومی نداشته باشی چرا نام یک شخص تو میگیری؟ تشکر. تو گرایش قومی داری. مختار صاحب شما هم خیلی تشکر از مهمانان برنامه. داسا زما خبر موله قطع کړ ولې د تنوع چې د خلکو په خبرو کې د نالوجي زه غواړم چې ووایم چې دا خلک څوک دي. بس خارج نشم.